خب بسم الله الرحمن الرحیم، صبح همگیتون بخیر. خدمتتون که عرض کنم، مبحث فتوسنتز رو اگر یادتون باشه تقسیم بندی کردیم، یه سری واکنش های فتوسنتزی بهش میگفتن چی؟ واکنش های وابسته به که گفتیم چه هست؟ در صورت انرژی نورانی خورشید توسط یه سری انگیزه ها دریافت میشد و که یه سری فرایندها که در زنجیره انتقال الکترون در غشای تیراکوبی رخ میداد، دو تا مولکول پر انرژی چه میشد ساخته میشد. یکی چه بود؟ ATP بود و دیگری چه بود؟ NADPH مثبت بود. اصطلاحا به این دو مرحله، یعنی چی؟ یعنی دریافت انرژی نورانی و تبدیل انرژی نورانی به مولکول های پر انرژی، اصطلاحا گفتیم چی؟ واکنش های وابسته به نور. میگفتیم این واکنش ها کجا اتفاق میافتاد؟ در گیاهان که دارای کلروپلاست بودن، در غشای تیراکوید اتفاق میافتاد. اگه حضور ذهن داشته باشید، گفتم کلروپلاست یک اندامکی هست که دو تا غشا داره و هر دو تا غشا هم چه هست؟ صاف هست. چین خوردگی چه هست؟ نه. بعد میگفتیم در اون کلروپلاست علاوه بر ریبوزوم و وجود دی ان ای حلقوی، میگفتیم چه هست؟ یک کیسه هایی وجود داره تحت عنوان چی بود؟ تیراکوئید. تحت عنوان تیراکوئید. بعد گفتیم در غشای این تیراکوئیدها سامانه های تبدیل انرژی وجود داشت که گفتیم اصطلاحا به این سامانه های تبدیل انرژی اصطلاحا گفتیم چی؟ فوتوسیستم. و فوتوسیستم ها بر دو قسم بودن، فوتوسیستم یک و فوتوسیستم چه بود؟ دو. و میگفتیم هر فوتوسیستم خودش از چه ساخته شده؟ از یک سری آنتن ها ساخته شده و خدمتتون که عرض کنم یک بخشی تحت عنوان چی؟ مرکز واکنش که درون اون نوعی کلروفیل آی ویژه وجود داشت. کلروفیل آی ویژه‌ای که در فوتوسیستم یک قرار داشت، میگفتیم با طول موج 700 نانومتر باعث میشد که چه هست؟ الکترونش از مرکز واکنش خارج بشه. و کلروفیل آی ویژه‌ای که در فتوسیستم دو وجود داشت اصطلاحاً به کلروفیل آی 680 معروف بود. میگفتیم با طول موج 680 نانومتر به صورت الکترونش از مدار چه از خارج میشه. میگفتیم این آنتن‌ها هم از چه ساخته شده بودن؟ رنگیزه ها و پروتئین ها ساخته شده بودن که میگفتیم شامل کلروفیل ها، کلروفیل ب و کاروتنوئید ها بودن. و وقتی که اینها انرژی نورانی خورشید رو دریافت می‌کردن، گفتیم الکترونشون برانگیخته میشه. وقتی الکترون از مدار بالا می‌خواست برگرده دوباره به مداری که قبلا بود، یک مقدار انرژی صادر می‌کرد که اون رو دایورت می‌کرد به کلروفیل‌های ویژه و باعث می‌شد که کلروفیل‌های ویژه الکترون خودش از دست بده. خب این سامان‌های تبدیل انرژی که تحت عنوان فتوسیستم معروف بودن که بهشون گفتیم فتوسیستم 2 و فتوسیستم 1، میگفتیم کجا قرار گرفتن؟ در غشای تیراکوئید قرار داشتن. خب میگفتیم رابطه بین دو تا سیستم، فتوسیستم چه بود؟ میگفتیم یه سری پروتئین ها بود تحت عنوان پروتئین های ناقل چه بود؟ الکترون بود. میگفتیم نور خورشید برخورد میکرد به فتوسیستم دو و نور خورشید برخورد میکرد به فتوسیستم یک. میگفتیم فتوسیستم یک الکترون از دست میده، فتوسیستم دو هم الکترون از دست میده. الکترونی که فتوسیستم یک از دست میده توسط فتوسیستم دو جبران میشه و الکترونی که فتوسیستم دو از دست میداد از تجزیه آب حاصل میشد. میگفتیم آب تجزیه میشه، تبدیل میشه به دو تا H مثبت به علاوه چی؟ یک دوم O2 یعنی گاز اکسیژن. و این الکترونی که از دست میداد گیری کی میومد؟ گیره فتوسیستم چه هست؟ دو میومد. خب پس اگر شما سوال کردن کمبود الکترون فتوسیستم یک چگونه جبران میشه، بگید توسط چی؟ فتوسیستم دو. اگه گفتن کمبود الکترون فتوسیستم دو چگونه جبران میشه، میگفتیم از تجزیه چه هست؟ آب جبران میشه. خب خدمت شما که عرض کنم، حالا بحثی که وجود داشت این بود که بین فتوسیستم دو و فتوسیستم یک میگفتیم ناقل‌های الکترونی وجود، ناقل‌های پروتون وجود داشتن و میگفتیم یک پروتئین وجود داره که این پروتئین نقش پمپ داره و چیکار میکرد؟ اگه یادتون باشه میگفتیم هاش مثبت رو از استرومای کلروپلاست به سمت چه میاد؟ داخل تیراکوئید میاد.
خب پس این پمپ با چه کار میکنه؟ دقت کنید این پمپ با انرژی الکترون کار میکنه. یعنی وقتی الکترون ها از این پمپ عبور میکنن، این پمپ شروع میکنه به فعالیت و هاش مثبت رو وارد چه میکرد؟ خدمتتون که عرض کنم تیراپوی میکرد. حالا دو تا سوال از شما مطرح میشه. چه عواملی باعث افزایش غلظت هاش مثبت در درون تیلاپوید ها میشه؟ میگفتید دو تا عامل نقش داره. یکی تجزیه آب توسط فتوسیستم دو که در بخش داخلی تیلاپوید اتفاق میفته. دیگری چه بود؟ فعالیت پروتئین غشایی بود که میگفتید با مصرف انرژی الکترون هاش مثبت رو به سمت داخل. خب در سمت داخل غلظت هاش مثبت چه میشد؟ زیاد میشد. بعد اگر حضور ذهن داشته باشید میگفتید یک آنزیم وجود داره تحت عنوان آنزیم ATP ساز. ضمن اینکه حاشیه مثبت از بخش کانالی این عبور می‌کردن بر اساس انتشار تصحیح شده و وارد استروما می‌شدن، گفتیم چه می‌شد؟ این میتونست برامون چه بسازه؟ ATP بسازه. یعنی ATP رو با فسفات ترکیب می‌کرد و برامون چه می‌ساخت؟ ATP. به این نوع ساخته شدن ATP می‌گفتیم ساخته شدن نوری ATP. چون ATP سه نوع روش ساخته شدن داشت، یکی ساخته شدن در سطح پیشماده، دیگری ساخته شدن در زنجیره اکسایشی که در غشای داخلی میتوپادی رخ میداد و سومین روش بهش میگفتیم ساخته شدن نوری ATP که این ساخته شدن نوری ATP فقط در جاندارانی رخ میده که دارای چه هستن؟ کلوروپلاست هستن. میتونه چنین فرایندی چه هست؟ رخ. خب میگفتیم حالا در حالی که یک زنجیره انتقال الکترون، یعنی کدوم زنجیره؟ زنجیره‌ای که گفتیم بین فتوسیستم دو و یک قرار گرفته، در ساخته شدن ATP دخالت داره. الکترون‌هایی که فتوسیستم یک رو ترک می‌کنن، گفتیم گیری که میاد یه سری ناقل‌ها میاد که این ناقل‌ها رو کجا قرار گرفتن؟ رو سطح غشای تیلاپوید قرار گرفتن و در نهایت این الکترون‌ها به مولکولی که منتقل می‌شد، مولکول NADP مثبت منتقل می‌شد و NADP مثبت تبدیل می‌شد به چی؟ تبدیل می‌شد به NADPH. خب الان دو تا مولکول پر انرژی، یکیش ATP هست و دیگری چه هست؟ NADPH. چه شد؟ در واکنش‌های نوری که توسط سامانه‌های تبدیل انرژی که بهشون گفتیم چی؟ فتوسیستم ها هستن، چه شد؟ برای ما تولید شد. حالا این دو تا مولکول پر انرژی گفتیم میان وارد مرحله چه میشن؟ مرحله بعد میشن که اصطلاحا به مرحله بعدی گفتیم واکنش‌های مستقل از بود که یکی از اونها چرخی چه بود؟ کالوین بود. اگر میزنیم اون رو زنده داشته باشیم گفتیم در چرخی کالوین اتفاقی که میفته اینه که چه میشه؟ CO2 تبدیل میشه به ترکیبات عالی. مثل چی؟ مثل پن. به این فرایند میگفتیم چی؟ تثبیت کربن. گفتیم به فرایندی که خدمت رو گرس کنند اون CO2 تبدیل میشه به ترکیبات عالی، اصلاح هم بهش میگفتیم چی؟ تثبیت کربن. این فرایند کجا اتفاق میفتاد؟ میگفتیم درون خدمت رو گرس کنند استرومای کلروپلاست یا درون ماده زمینی چی؟ کلروپلاست. خب بعد اومدیم در مورد چرخه کالوین با هم صحبت کردیم. اگر بودیم به ذهن داشته باشیم گفتیم چرخه کالوین شروعش چگونه اتفاق میفتاد؟ شروع چرخه کالوین میگفتیم با یک قند پنج کربونی دو فسفات تحت عنوان ریبولوز بیسفسفات اتفاق میفتاد. یعنی چی؟ یک قند پنج کربونی دو فسفات داشتیم، اصطلاحا بهش میگفتیم چی؟ میگفتیم ریبولوز بیسفسفات. دقیق کنید ریبولوز چی؟ 20 فسفات. یک قند پنج کربنی دو فسفات است. خب چه اتفاقی می افتاد؟ می گفتیم ریبولوز 20 فسفات می اومد با CO2 چه می شود؟ ترکیب می شود. اگر اون رو ذهن داشته باشید می گفتیم اولین ماده که ساخته می شه یک ترکیب 6 کربنی دو فسفات است. این 5 کربن یه دونه کربن هم مال CO2 است، میشه 6 کربن. پس اولین چیزی که ساخته می شه یک ترکیب 6 کربنی دو فسفات هست که این به شدت چه بود؟ ناپایدار بود. این ترکیب به شدت چه بود؟ ناپایدار. میشکست به دو تا ترکیب چی؟ 3 کربنی که اصطلاحا بهش گفتیم اسید 3 کربنی. پس این میشکست به اسید 3 کربنی. حالا اگه دقت کنید یه سری گیاهان هستن اسید چی بچه‌ها؟ 3 کربنی.
یه سری از گیاهان هستن که برای تثبیت CO2 فقط و فقط از چرخه کالوین استفاده میکنن و چون اولین محصول پایدار در چرخه کالوین آنها یک اسید سه‌کربنه هست، اصطلاحا به این گیاهان میگن گیاهان چی؟ سیسه، مثل مثلا گندم، مثل کتاب شما گفته گل روز، اینها یا مرکبات. بیشتر گیاهان جز گیاهان چه هستن؟ سیسه هستن. ولی برای تستای کنکور شما تو ذهنتون باشه کتاب شما به گل روز اشاره کرده، پس یه سری گیاهان فقط و فقط برای تثبیت CO2 از چرخه کالوین استفاده میکنن و چون اولین ماده پایدار در چرخه کالوین اونها یک اسید سه‌کربنه هست، به اینها میگن گیاهان سیسه. خب بعد گفتیم این اسید سه‌کربنه که فرایندهایی تبدیل میشد به چی بچه‌ها؟ تبدیل میشد به دو تا قند سه‌کربنه. و خیلی جالب بود بدونید که اولین قندی که در فرد چرخه کالوین ساخته میشه گلوکز نیست، اولین قند چه قندی هست؟ یک قند سه‌کربنه است. حالا بعدی اسید سه‌کربنه میخواد بشه قند سه‌کربنه. تو این فرایند اون مولکول های پر انرژی بود که در واکنش های نوری به دست اومد، یعنی چی؟ ATP و NADPH مورد استفاده قرار گرفت. حالا برای که شروع نکنیم بگیم دو تا اسید داریم میخواد بشه دو تا قند، پس دو تا ATP مصرف میشه چون اینجا دوه، دو تا ATP مصرف میشه یعنی ATP در میشه به چی؟ ATP. خب این مولکول دارای انرژی میشه با گرفتن فسفات ها. بعد حالا کتاب شما میگه این ترکیبی که اینجا به وجود میاد چه هست؟ نم بشه. بعد این ترکیب پر انرژی که ایجاد میشه اون دو تا فسفاتی که گرفته رو از دست میده. در عوض شروع میکنه چی میگیره بچه‌ها؟ میاد الکترون و هیدروژن رو میگیره. الکترون و هیدروژن رو از این میگیره، از NADPH میگیره. پس دو تا NADPH تبدیل میشه به چی؟ دو تا NADP مثبت. خب توی این فرایند دو تا مولکول قند حاصل شد. یکی از مولکول های قند از چرخش میشه خارج میشه. خب میره برای چی؟ برای ساخته شدن سایر قندهایی که سلول نیاز داره، مثلا فرض کنید برای ساخته شدن ساکاروز، گلوکز و غیره. و یکی از این قندها میاد تا بره چیکار کنه بچه‌ها؟ برای ما تا بره برای ما اون ریبولوز 20 فسفات مصرف شده رو بازسازه. خب حالا دقت کنید اینجا، اینجا چیزی که برای ما خیلی خیلی حائز اهمیت هست اینه که چند تا کربن میخواد از چرخه خارج بشه. همون تعداد کربنی که میخواد از چرخه خارج بشه باید به همون تعداد کربن وارد چرخه بشه. حالا نیا کنید فرض کنید شما میخواهید چه بسازید؟ قند گلوکز. خب گلوکز یک ترکیب چند کربنه از 6 کربنه. خب برای اینکه شما بتونید یک مولکول گلوکز بسازید به دو مولکول سه‌کربنه چه هست؟ نیاز دارید. خب میگیم اگر قرار باشه من گلوکز بسازم، گلوکز از چند تا کربن ساخته شده؟ 6 تا. پس من به دو مولکول از این چه هست؟ نیاز دارم. خب بعد برای خودت میگی همون تعداد کربنی که داره از چرخه خارج میشه به همون تعداد باید چه هست؟ کربن وارد بشه. پس میگی 2 تا 6 تا 6 تا کربن رو از چرخه خارج بشه، پس چرخه هم باید چه از 6 تا 32 وارد بشه. پس چرخه تا 6 برابر کنیم، اینجا 6 میذاریم، اینجا 6 میذاریم، اینجا 6 میذاریم، 6 تا 12، 6 تا 12، 6 تا 12، 6 تا 12 میبینید همش 6 برابر میشه. 12 تا پرسیم اینجا چه چی؟ 12. خب حالا دو تاش رفت بیرون، چند تا دیگه باید بمونه؟ 10 تا. میگفتین 12 تا قند سه‌کربنه ساخته شده، دو تاش اومد بیرون، 10 تا. 10 تا میشه چند تا؟ 30 تا. حالا با 30 تا کربن چند تا 5 کربن میشه ساخت؟ میدونیم که میشه چند تا ساخت؟ میشه 6 تا 5 کربن ساخت. پس میشه 6 تا قند 5 کربنه یعنی فسفات. میتونیم چیکار کنیم؟ بسازیم. خب حالا نکته‌ای که خیلی جالب هست اینه که اینجا شما 10 تا 30 تا کربن دارین، اینجا هم 6 5 تا 30 تا. ولی فسفاتات رو نگاه کن، 10 تا فسفات داریم، اینجا 6 تا فسفات داریم، 4 تا چه شده؟ در این هین آزاد شده، این 4 تا رو اضافه کن. بعد میگی این ترکیب‌های 5 کربنی یک فسفات هستن، برای که بشن 2 فسفات نیاز دارن که چیکار کنن؟ یک فسفات دریافت کنن. یک فسفات رو از کی میگیرن؟ گفتیم از ADP میگیرن و ADP در اون میشه چی؟ ADP. پس اینجا چون 6 تا ترکیب داریم، 6
6 تا فسفات نیاز داریم، یعنی در واقع چه میشه؟ 6 تا ATP تبدیل میشه به 6 تا ADP. درست شد؟ خب حالا خوب دقت کنید، این فرآیند رو اصطلاحا بهش میگفتیم چرخه کالوین. حالا اگه از شما سوال کردم برای ساخته شدن یک قند 6 کربونه شما بگید چند تا ATP ما نیاز داریم، چند تا NADPH نیاز داریم. خب اگه بشماریم چند تا ATP نیاز داریم، 12 تا اینجا نیاز داریم، 6 تا اینجا میشه چند تا؟ میشه 18. چند تا NADPH نیاز داریم؟ 12 تا NADPH. حالا اگر نخواستی از این راه بیدی، نخواستی اینجوری به دست بیاری، میگی ATP توش چه قرار گرفته؟ T ATP T تریپوسفات. NAD اینجا چه از D یعنی دو، پس T یعنی چی؟ یعنی سه. D هم یعنی چی؟ به یونانی مونوده تریپ تترا. D هم یعنی چی؟ یعنی دو. میگی چون این 6 کربونه هست 6 دو تا 12 تا، چون این هم سه هست میشه 6 سه تا 18 تا، پس میگیم 18 تا ATP تولید میشه، 12 تا NADPH. خب حالا قسمت بعد کتاب میگه که خدمتتون که عرض کنم آنزیمی که باعث میشه که CO2 با ریبولوز بیسفوسفات ترکیب بشه یک آنزیمی هست تحت عنوان آنزیم روبیسکو، یعنی این فعالیت خود به خود اتفاق نمی‌افته، یعنی ترکیب ریبولوز بیسفوسفات با CO2 خود به خود اتفاق نمی‌افته، یک آنزیمی این فرایند رو انجام میده تحت عنوان چی؟ روبیسکو. آنزیم روبیسکو برای که بتونه فعالیت خودشان انجام بده، یعنی فعالیت کربوکسیلازی ما اصطلاحا بهش میگیم، وقتی که ریبولوز بیسفوسفات رو با CO2 ترکیب میکنه چه فعالیتی از خودش نشون میده؟ میگیم فعالیت کربوکسیلازی. یعنی چی؟ میگیم این آنزیم دو تا خاصیت داره، یکی خاصیت کربوکسیلازی داره و یه خاصیت هم بهش میگیم خاصیت چی؟ اکسیژنازی. پس آنزیم روبیسکو، من میخوام یه خورده بهترش کنم اینو که راحت هم متوجه بشید داره چی میشه، پس اینجا شکل من یکم مرتب‌ترش کنم، پس 6 تا 32 وارد شده بود. خب آنزیمی که اینجا داره عمل میکنه بهش میگفتیم آنزیم چی؟ آنزیم روبیسکو. خب آنزیم روبیسکو بچه‌ها یک آنزیمی هست که دو تا خاصیت، یکی خاصیت کربوکسیلازی داره، پس می‌نویسم جلوش چی؟ کربوکسیلازی. یه خاصیت کربوکسیلازی داره، یعنی چی؟ یعنی میاد CO2 رو با ریبولوز بیسفوسفات ترکیب میکنه. چه موقع چنین خاصیتی داره؟ زمانی که نسبت CO2 به O2 چه باشه؟ بالا باشه. درون بند نسبت CO2 به O2 چه باشه؟ بچه‌ها بالا باشه. این آنزیم کدام خاصیتش رو اعمال میکنه؟ خاصیت چی؟ کربوکسیلازی. خب حالا دانش آموز میگه خب میگه میشه این نسبت پایین بیاد. بعد دقت کنید بعضی وقت‌ها مثلا توی گرمای شدید اتفاقی که میفته، مثلا فرض کنید یه سری گیاهان، مثل گیاهانی که مثلا فرض کنید ذرت، بقیه گیاه، هر کدوم از گیاهان که شما در نظر میگیرید، مثلا کتاب شما گل رز رو در نظر گرفته، من همون گل رز رو بگم که جزو گیاهان سیسه هست که یه خورده بهتر متوجه میشید. نگاه کنید گیاهانی که سیسه هستن، یعنی اینا فقط برای تثبیت CO2 از چرخه کالوین استفاده میکنن، مثل کی؟ مثل مثلا گیاه چی؟ ذرت. خب چه اتفاقی میفته؟ اینها اگه دقت کنید این سلول رو پوست بالایی هست، این سلول چه هست؟ پوست پایینی هست. اینا هم سلولایی که هستن، سلولای میان برگ هستن. اگه دقت کنید خب میان برگ نرده‌ای داریم، میان برگ اسفنجی داریم، که کتاب شما در مورد اینها چیکار کرده صحبت کرده. اگه دقت کنید دو تا شکل در کتاب شما اومده در مورد چی؟ در مورد برگ‌ها. اگه دقت کنید تو این شکل‌ها متوجه میشید که اومده براتون یک برگی رو از گیاه چه براتون کشیده؟ یک برگ گیاه دولپه رو براتون کشیده که اینجا سلول‌های پارانشیم نرده‌ای هست، اینجا سلول‌های پارانشیم، یک گیاه تکلپه رو کشیده که کلاً سلول‌های پارانشیم چه وجود دارن؟ اسفنجی توشون وجود دارن. ولی در این سمت اومده یک برگ دولپه رو بهتون نشون داده که قسمت بالاش پارانشیم نرده‌ای هست، قسمت پایین پارانشیم چه هست؟ اسفنجی رو داره بهتون نشون میده. و اگه دقت کنید دستجات آوندی هم اومده براتون چیکار کرده؟ این شکل نشون داده
و اطراف دستجات آوندی هم یه سری سلول ها براتون کشیده تحت عنوان سلول های غلاف آوندی. نکته خیلی جالب اینه که سلول های غلاف آوندی هرچند که اصطلاح آوند روشون قرار گرفته، ولی اینا جزء سیستم آوندی نیستن. اینها در واقع نوعی سلول هایی چه هستن؟ پارانشیم هستن. یعنی وقتی ما بافت های گیاهی رو تقسیم بندی میکنیم به بافت روپوس، زمینه‌ای و آوندی، در واقع این سلول های غلاف آوندی جزء میریستم چه محسوب میشن؟ زمینه‌ای محسوب میشن. نوعی خودشون چه هستن؟ پارانشیم هستن. خب حالا دقت کنید، بحث اینه که آیا میشه نسبت CO2 به O2 کاهش پیدا کنه؟ میگه نگاه کنید توی برگ کلروفیل، توی سلول برگ کلروفیل از وجود داره. خب وقتی که واکنش های نوری داره اتفاق میفته، درون تیراکوئید ها یادتون هست که گفتیم چه گازی تولید میشه؟ گاز اکسیژن تولید میشه بر اثر تجزیه آب. از طرف دیگه درون کلروپلاست داره چه اتفاق میفته؟ داره چرخه کالوین رو میکنه. خب چرخه کالوین داره چه کار میکنه؟ چرخه کالوین داره CO2 ها رو وارد میکنه. چه میسازه؟ قند. CO2 ها از کجا میان؟ CO2 ها از روزنه ها چه میشن؟ وارد برگ میشن. و شما خود اطلاع دارید که تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ از تعداد روزنه ها در سطح فوقانی چه هست؟ بیشتر است. حالا اگر گیاه تحت شرایطی قرار بگیره که بر اثر گرمای شدید، نور زیاد، این روزنه ها بسته بشه، خب وقتی روزنه ها بسته شد دیگه CO2 نمیتونه وارد برگ بشه و اون CO2 که درون برگ وجود داره در چرخه کالوین مصرف میشه و از اونجایی که روزنه ها بسته شده اکسیژن هم نمیتونه از گیاه وارد بشه. در نتیجه درون برگ CO2 کم میشه و اکسیژن چه میشه؟ زیاد میشه. در این حالت نسبت CO2 به O2 کاهش پیدا میکنه. پس دقت کنید دارم چی میگم. در گیاهان سیسه که مثل گل روز، وقتی نور خورشید زیاد میشه، گرما زیاد میشه، روزنه ها بسته میشن. خب وقتی روزنه ها بسته شدن چه اتفاق میفته؟ بر اثر برخورد نور به تیلاکوئید ها داره واکنش های نوری فتوسنتزی اتفاق میفته، آب داره تجزیه میشه، اکسیژن داره تولید میشه. پس هی میزان اکسیژن داره زیاد میشه. از طرف دیگه CO2 که وجود داره وارد چرخه چه میشه؟ کالوین میشه. و وقتی CO2 وارد چرخه کالوین شد، میزان CO2 درون برگ کم میشه. خب این اتفاق باعث میشه که نسبت CO2 به O2 چقدر کاهش پیدا کنه. در این حالت آنزیم روبیسکو وارد خاصیت چه میشه؟ اکسیژنازی میشه. اکسیژنازی. خب یعنی چه اکسیژنات؟ یعنی میاد ریبولوز بیسفوسفات رو با کی ترکیب میکنه؟ میاد با اکسیژن ترکیب میکنه. خوب دقت کنید، یعنی اون ترکیب ششگرمونی دو فسفاتی که اصطلاحا بهش میگفتیم چی؟ ریبولوز بیسفوسفات. اینجا دیگه میاد با کی ترکیب میشه؟ وقتی چنین اتفاق میفته میاد با اکسیژن ترکیب میشه که به این خاصیت این باز آنزیمی که اینجا کار میکنه آنزیم روبیسکو هست. کدوم خاصیتش رو داره؟ خاصیت اکسیژنازی. یعنی که چه هست؟ این آنزیم وارد خاصیت چه میشه؟ اکسیژنازیش میشه. چرا؟ به خاطر که نسبت CO2 به O2 چه شد؟ کاهش پیدا کرد. خب چه ساخته میشه؟ اگه دقت کنی اینجا ببخشید من اشتباه نوشتم، گفتیم ریبولوز بیسفوسفات میاد با چی؟ با اکسیژن چه هست ترکیب میشه؟ من اشتباه به جایش 5 نوشته بودم 6. ریبولوز بیسفوسفات وقتی میخواد با O2 ترکیب بشه، باز کدوم آنزیم وارد عمل میشه؟ آنزیم روبیسکو. با این آنزیم روبیسکو کدوم خاصیتش رو وارد میکنه؟ اکسیژنازی. خب اتفاقی که میفته چه هست؟ یک ترکیب 5 کربنی ناپایدار ساخته میشه. این ترکیب 5 کربنی ناپایدار میشکنه به دو تا ترکیب. یه ترکیبش میشه ترکیب 3 کربنه، ترکیب سه کربونه که در واقع مثل همون اسید سه کربونه هست که برمیگرده به کجا؟ اگه دقت کنید برمیگرده به چرخه چی؟ کالوین. یک ترکیبی هم ساخته میشه ترکیب دو کربونه که این ترکیب دو کربونه از چرخه از کلروپلاست وارد میشه. پس الان این بقایع داره کجا اتفاق میفته؟ این بقایع داره درون کلروپلاست داره اتفاق میفته. اینجا کجا هست؟ کلروپلاست. خب
اینجا ماده زمینه کلوروپلاست. بعد این ترکیب دو کربن از کلوروپلاست خارج میشه و وارد چه میشه؟ وارد میتوکندری میشه. یه اندامه که داریم تحت عنوان میتوکندری که میتونیم میتوکندری اشاره خارجی صاف هست، اشاره داخلیش چروکیده است. این هم چه هست؟ میتوکندری. در میتوکندری که یه فرایندهایی از این ترکیب دو کربن چه آزاد میشه؟ CO2 صاف آزاد میشه و در پایان هم یک آمینو اسید چه میشه؟ ساخته میشه. حالا ما چیزی که برامون خیلی خیلی مهم هست میگه. میگیم به این فرایند که ریبولوز 20-20 فسفات به جایی که با CO2 ترکیب بشه بیاد با اکسیژن ترکیب بشه، اصطلاحاً بهش میگیم تنفس نوری. چرا بهش میگیم تنفس نوری؟ چون مثل تنفس اکسیژن مصرف میشه و مثل فرایند تنفس سلولی چکار میکنه؟ CO2 چه میشه؟ تولید میشه. پس وجه شباهتش با تنفس سلولی چیه؟ اینه که در تنفس نوری اکسیژن مصرف میشه، CO2 چه هست؟ تولید میشه. خب وجه تشابه دیگر چه هست؟ در هر دو میتوکندری چه هست؟ دخالت داره، یعنی هم در تنفس سلولی هم در تنفس نوری. ولی خب تفاوتاشون چه هست؟ در تنفس سلولی ATP تولید میشه، در تنفس نوری ADP چه هست؟ مصرف میشه. در تنفس نوری حضور کلروپلاست الزامی هست، یعنی اگر کلروپلاست نباشد تنفس نوری رخ نمیده. خب حالا دقت کنید، سوال من اینه که چرا این گیاهان وارد تنفس نوری میشن؟ یعنی وقتی شدت نور زیاد میشه، گرما زیاد میشه، دهانه روزنه‌ها بسته میشن، چه اتفاقی میفته که اینها میرن و وارد چه میشن؟ فرایند تنفس نوری میشن. و تنفس نوری چه فایده‌ای نشون داده؟ نگاه کنید، گفتم بهتون، گفتم وقتی روزنه ها بسته شده خب گیاه داره CO2 رو مصرف میکنه، خب CO2 داره یه میزانش چه میشه؟ کم میشه. از طرف دیگه داره بر اثر واکنش های نوری فتوسنتز اکسیژن تولید میشه و اون اکسیژن میتونه مضر باشه و چیکار کنه؟ یه سری از بخش ها رو اکسیده کنه. پس گیاه باید دو تا کار انجام بده. باید اول یه کاری کنه که میزان این اکسیژن چه هست؟ کم بشه و از طرف دیگه هم یه مقدار CO2 تولید کنه که بتونه چرخه بالینی رو دست و پا شکسته جلو بده. خب با این کارش که میاد O2 رو با ریبوزومیز فسفات ترکیب میکنه، میزان اکسیژن رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. البته واکنش دیگه هم هست که در این پروسه اتفاق میفته، اکسیژن میاد پایین و از طرف دیگه داره چه تولید میکنه؟ گاز CO2 تولید میکنه و این باعث میشه که چرخه بالینی تو یه مدتی ادامه بده. خب من برای بچه‌ها میگم تنفس نوری در واقع چه هست؟ یک راهبرد تکاملی است که گیاه بتونه در برابر نور شدید و گرمای شدید از خودش مقاومت نشون بده. البته نگاه کنید، این فرایند برای گیاهانی که دائما در محیط‌های گرم و خشک وجود دارن کارا نیست. یعنی گیاه باید یک، چون فرایند تنفس نوری داره چیکار می‌کنه؟ در اصل چرخه کالبی رو به طور معناداری داره چیکار می‌کنه؟ کاهش میده و از بازدهی فتوسنتز داره چه هست؟ کم می‌کنه. پس گیاهان باید یه راهکار دیگه پیدا کنن تا بتونن در برابر تنفس نوری چیکار کنن؟ از خودشون دفاع کنن. حالا این مطلب رو که یاد گرفتید، فرایند تنفس نوری هم که یاد گرفتید، دقت کنید. حالا گیاهان از نظر تثبیت CO2، گیاهان از نظر چی؟ از نظر تثبیت CO2 به سه دسته تقسیم بندی میشه. پس نکته بسیار مهمی که مربوط به این جلسه هست، گیاهان رو از نظر چی؟ از نظر تثبیت CO2. پس گیاهان از نظر تثبیت چی بچه‌ها؟ CO2. گیاهان از نظر تثبیت CO2 من به سه دسته تقسیم بندی می‌کنم. گروه اول بهشون میگیم گیاهان سیزه، مثل گل روز. خب اینها فقط چه هست؟ فقط در یک مرحله، فقط در یک مرحله و اونم چی؟ کدوم مرحله؟ چرخه کالبین CO2 رو چیکار میکنن؟ تثبیت میکنن. پس یه سری گیاهان بهشون میگن گیاهان سیسه، اینها فقط در یک مرحله که اونم چرخه کالبین هست CO2 رو تثبیت. یه سری گیاهان بهشون میگن گیاهان C4 مثل ذرت و گیاهان کم مثل آناناس. اینها در دو مرحله، در چند مرحله؟ دو مرحله CO2 رو تثبیت میکنن.
در مرحله یک، در مرحله یک CO2 رو به صورت اسید 4 کربونه تثبیت می‌کنن، اسید 4 کربونه، و در مرحله دو CO2 رو به صورت در چرخه کالوین تثبیت می‌کنن. پس خوب دقت کنید، گیاهان سیسه فقط تثبیت CO2 شون از طریق چرخه کالوین اتفاق میفته، ولی گیاهان C4K قبل از چرخه کالوین میتونن CO2 رو به صورت یک اسید 4 کربن چیکار کنن؟ تثبیت کنن. حالا باید دفتر نگاه بکنید. مثلا گیاهی که من اینجا وقت میکشیدم فرض کنید چه هست؟ یک گیاه چه باشه؟ سیسه باشه. مثل گیاه چی؟ مثل گیاه گل رز که تو کتابش چه هست؟ کشیده. میگه اینها برای تثبیت CO2 صرفاً فقط از چه استفاده میکنن؟ صرفاً از چرخه کالوین استفاده میکنن. فقط از چه استفاده میکنن؟ چرخه کالوین استفاده میکنن. و وقتی از چرخه کالوین استفاده کردن، CO2 رو تبدیل میکنن به چی؟ به ترکیبات عالی. پس این گیاهان چون برای تثبیت CO2 فقط و فقط از چرخه کالوین استفاده میکنن، ما اصطلاحا اینا میگیم چی؟ میگیم گیاهان سیسه. خب مسلمه که اگر در این گیاه شدت نور چه بشه بچه‌ها؟ زیاد بشه، گرما چه بشه؟ زیاد بشه، و روزنه ها بسته باشه، این گیاهان بلافاصله وارد تنفس چه میشن؟ نوری میشن. خب من برای بچه‌ها نمیگم، میگم اینا مثل چی میمونن؟ اینا مثل یه نونوایی میمونن که مثلا شما یه گونی آرد گذاشتی پشت موتور براشون داری میبری. تو زمانی که آرد به نونوایی برسه چه هست؟ نونوایی داره کار میکنه. حالا اگر یک روز آرد مثلا موتور تو مسیر خراب شد، آرد به نونوایی نرسید، بر صورت چرخه کالوینشون چه میشه؟ متوقف میشه. حالا یه سری گیاهان دیگه داریم بهشون میگن گیاهان C4. اینها اگه دقت کنید دو سری سلول توشون در نظر میگیره. یکی سری سلول ها بهشون میگن سلول میان و سلول میان و یه سلول هم اطراف دستجات آوردی هست بهشون میگن سلول غلاف، سلول های غلاف آورد. خب حالا خوب دقت کنید، اینها در طول روز که روزنه ها باز هست، CO2 که میاد وارد گیاه میشه، این CO2 رو با یک اسید سه کربونه ترکیب میکنن و چه میسازن؟ یک اسید 4 کربونه درون سلول های میان بعد چه میشه؟ ساخته میشه. به همین دلیل هم هست که به اینها اصطلاحا میگن گیاهان C4. یعنی اول مرحله تثبیت CO2 آنها چرخه کالوین نیست، یعنی ابتدا CO2 رو با یک اسید سه کربونه ترکیب میکنن، یک اسید 4 کربونه، بعد این اسید 4 کربونه از طریق پلازمودسما ها میاد وارد سلول غلاف آوندی میشه. اونجا که وارد شد چیکار میکنه؟ CO2 شو آزاد میکنه و اون اسید سه کربونه هم دوباره چه میشه؟ برمیگرده به سلول های چی؟ میان. خب و این CO2 شروع میکنه چیکار میکنه؟ چرخه کالوین رو اینجا برای چیکار میکنه؟ چرخه کالوین رو برامون راه اندازیش میکنه، یعنی باعث میشه همواره میزان CO2 در حدی باشه که چرخه کالوین چه هست؟ رخ بده. خب پس میتونیم بگیم اینها تثبیت CO2 رو در دو مرحله انجام میدن، یکی مرحله اول که باز تو روز اتفاق میفته، مرحله دوم که باز کجا اتفاق میفته؟ تو روز. گیاهان سیسه دیگه گفتیم این تبدیل گردن به اسید 4 کربونه رو نداره، ولی چرخه کالوینشون فقط در کجا اتفاق میفته؟ در روز. حالا یه سری گیاهان هستن بهشون میگن گیاهان کم. اینا همین کاری که گیاهان C4 انجام میدن رو انجام میدن، ولی در دو نوع سلول. باز هم اینجا یادداشت میکنن گیاهان C4 که دار گفته مثل ذرت، اینا بهشون میگن گیاهان چی؟ گیاهان کم. اینا چیکار میکنن؟ خدمتتون که عرض کنم در گیاهان کم اتفاقی که میفته این هست که در اینها در یک سلول دو فرایند چه هست؟ با هم دیگه رخ میده. یعنی در شب دیگه دقت کنید در گیاهان کم تو مناطق خیلی گرم زندگی میکنن، اینها در شب روزنه هاشون بازه، در روز بسته است، در حالی که در این دوتا یعنی در گیاهان سیسه و C4 روزنه ها در روز باز هست، شبها بسته است. پس در اینها که تو مناطق خیلی خشک و بی‌آب زندگی میکنن، شبها روزنه ها باز میشه، CO2 وارد میشه، CO2 که وارد شد
این CO2 با اسید 3 کربن ترکیب میشه، میشه یک اسید 4 کربن و درون باکتری چه میشه؟ ذخیره میشه. روز که شد این اسید 4 کربن تجزیه میشه و CO2 شو چکار میکنه؟ آزاد میکنه و این CO2 وارد چه میشه؟ چرخه کالمین میشه و وقتی وارد چرخه کالمین شد شروع میکنه تثبیت و ما انجام میده. پس دقت کنید در قیام C4 و کام CO2 تو دو مرحله تثبیت میشه، یعنی یک بار به صورت اسید 4 کربن و دیگری در چرخه چی؟ کالمین. نکته دیگه این بود که در هر سه گیاه چرخه کالمین داره چه از رخ میده، یعنی هم در میان سیستم سگور روز، هم در میان C4 مثل ذرت و هم در میان کم مثل آناس. حالا نگاه کنید، یه وقت مثلا تو تست میگه که گیاهانی که برای تثبیت CO2 قادرن از چرخه کالمین استفاده کنن، یعنی هم میتونیم بگیم C3، هم میتونیم بگیم C4، هم میتونیم بگیم کم، ولی اگه توی تستی گفت گیاهانی که تثبیت CO2 را فقط در روز انجام میدن، جواب میشه گیاهان C3 و C4، چون گیاهان کم یه بخشی از تثبیت CO2 رو کجا انجام میدن؟ تو شب انجام میدن. یا اگر از شما سوال کردن گیاهانی که تثبیت CO2 را در شب، یک مرحله از تثبیت CO2 را در شب انجام میدن، میشه گیاهان چی؟ کام. پس گیاهان از تثبیت CO2 تقسیم بندی کردیم به سه دسته، C3، C4 و کم. کدومشون در صورت کمبود اکسیژن، کمبود CO2 سریع وارد در نور شدید و گرمای شدید سریع وارد تنفس نوری میشن؟ گیاهان چه از C3، ولی گیاهان C4 و گیاهان کم چه هستن؟ گیاهان مقاوم. خب نکته بعدی، بحثی که تو کتاب شما هست، میگه که یه سری جانداران هستن، گفتین فتوسنتز کنندگان اصلی کره زمین جلبک ها هستن و سیانوباکتر ها، چون زیرا 3/4 کره زمین چه هست؟ آب. بعد یادتون باشه گفتین جلبک جزء چه هست؟ جزء آوازیان هست. حالا یه سری از آوازیان هستن مثل اوگلنا. اوگلنا جلبک نیست، یک تکسلولی تاجکدار هست و اوگلنا خدمت شما که عرض کنم میتونه چیکار کنه؟ میتونه در حضور نور با استفاده از کلروپلاستاش فتوسنتز انجام میده و اگر نور نباشه میتونه از طریق چه از هتروتروف زندگیشو چیکار کنه؟ ادامه بده، یعنی فتوسنتز انجام نده، از مواد عالی تغذیه. حالا ما باکتری ها رو از نظر شیمی کسب انرژی، باکتری ها رو از نظر شیمی کسب انرژی تقسیم بندی میکنیم. دقت کنید، یه سری از باکتری ها بهشون میگیم اوتوتروف، یعنی اینها میتونن از مواد اوتوتروف، اینا میتونن از مواد معدنی مواد مورد نیاز خودشون رو بسازن. یه سری باکتری ها بهشون میگیم هتروتروف، یعنی اینها از مواد عالی تغذیه میکنن، یعنی خودشون قادر به ساختن مواد عالی از مواد معدنی نیستن. مثل چی؟ مثل مثلا باکتری ریزوبیوم که تو ریشه نخود و لوبیا زندگی میکنه، مثل مثلا باکتری آمونیاکساز که از جسد جانداران رو چکار میکنه؟ باکتری آمونیاک ساز، مثلا اجساد گیاهان و جانداران رو تجزیه میکنه و برای اون چی میکنه؟ آمونیاک میسازه. خب پس یه بار دیگه میگم باکتری های اوتوتروف خودشون میتونن با استفاده از مواد معدنی مواد مورد نیاز خودشون رو بسازن، ولی باکتری های هتروتروف از چه تغذیه میکنن؟ از مواد عالی. در مورد ریزوبیوم و باکتری آمونیاک ساز شما کتاب دهمتون این باکتری ها رو چکار کردید؟ خوندید، توی جدول هست. اوتوتروف ها به دو دسته تقسیم بندی میشن. یه سری از باکتری های اوتوتروف بهشون میگن فتوسنتز کننده، یه سری از باکتری های اوتوتروف بهشون میگن شیمیوسنتز کننده. چی میگن؟ شیمیوسنتز کننده. پس یه سری از باکتری های اوتوتروف رو بهشون میگن فتوسنتز کننده، یه سری بهشون میگن شیمیوسنتز کننده. فتوسنتز کننده ها اسمشون روش هست، از چه استفاده میکنن؟ از انرژی نورانی استفاده میکنن. خب قطعاً فوتون یعنی نور دیگه، وقتی اینجا داریم میگیم فتوسنتز کننده یعنی باکتری هایی که از فوتون استفاده میکنن، از نور استفاده میکنن. خب مسلمه که همه باکتری های فتوسنتز کننده
باید گیرنده انرژی نورانی رو داشته باشه. حالا فتوسنتز کننده ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یه سری بهشون می‌گیم اکسیژن زا، اکسیژن زا. یه سری بهشون می‌گیم چی بچه‌ها؟ می‌گیم غیر اکسیژن زا. غیر چی؟ اکسیژن زا. خب دقت کن. مسلمه که اکسیژن زا. میگفتیم باکتری های اکسیژن زا منبع تامین الکترونشون آب هست، یعنی اینها آب رو تجزیه میکنن، تبدیل میشه هاش مثبت الکترون و چه تولید میکنن؟ گاز اکسیژن تولید میکنن. ولی باکتری های غیر اکسیژن زا منبع تامین الکترونشون هیدروژن سولفید هست، در نتیجه اینها به جای اکسیژن چه تولید میکنن؟ گوگر تولید میکنن. پس اگر باکتری ما منبع تامین الکترونیش خدمتتون که عرض کنم آب باشه، این اکسیژن تولید میکنه. اگر آب نباشه بهش میگن چی؟ مثلا مثل باکتری های گوگردی چی؟ ارغوانی. پس اگه از شما سوال کردم یه باکتری اکسیژن زا رو نام ببر، ما میگیم سیانو باکتر. اگر از شما سوال کردم یک باکتری غیر اکسیژن زا رو نام ببر، میگیم باکتری گوگردی ارغوانی یا باکتری گوگردی سبز، که اینها چیکار میکنن؟ اینها فتوسنتز میکنن ولی اکسیژن تولید نمیکنن. پس دقت کنید یه وقت سوال میکنن آیا هر فتوسنتز کننده اکسیژن تولید میکنن؟ میگیم خیر، مثلا باکتری های گوگردی ارغوانی سبز فتوسنتز میکنن ولی اکسیژن تولید نمیکنن. آیا میشه بگیم هر جاندار فتوسنتز کننده کلروپلاست دارد؟ بازم میگیم خیر، باکتری ها فاقد چه هستن؟ کلروپلاست هستن. آیا میشه بگی هر فتوسنتز کننده منبع کربنیش برای ساخته شدن کنسی و دوی قطعا درسته؟ یعنی همه باکتری های اوتوتروف، حالا میخواه فوتو اوتوتروف باشه میخواه شیم اوتوتروف باشه، منبع کربنیش چه هست؟ سی او. آیا میشه بگی هر جاندار فتوسنتز کننده دی ان ای حلقوی داره؟ بله، دی ان ای حلقوی داره. مثلا گیاهان کلروپلاست دارن، دی ان ای حلقوی دارن. مثلا آغازیانی مثل جلبک ها، مثل اوبینن ها کلروپلاست دارن، دی ان ای حلقوی دارن. گیاهان هم چون میتوکندری و کلروپلاست دارن، دی ان ای حلقوی دارن. ولی گفت هر جانداری که فتوسنتز میکنه فقط دی ان ای حلقوی داره، جمله درستی نیست، غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه گیاهان میتونن علاوه بر دی ان ای حلقوی دی ان ای خطی هم داشته باشه. حالا یه سری از جاندارها بهشون میگن شینوسنتز کننده، که تا میگه اینها از نظر تکاملی قدیمی ترین هستن. اینا باز میتونن چیکار کنن؟ سی او دو رو تبدیل کنن به قند و ترکیبات عالی، ولی منبع انرژی اینها از ترکیبات مثل چه هست؟ مثل آمونیاک و H2O هست. اینا میان چیکار میکنن؟ ترکیبی مثل آمونیوم یعنی NH4 مثبت رو که یه فرایند تبدیل میکنن به چی؟ NOC منفی یا اصطلاحاً نیترات، که به این فرآیند میگن چی؟ شوره گذاری. شوره گذاری. خب این باکتری ها میتونن چیکار کنن؟ عمل شوره گذاری انجام بدن و آمونیاک رو تبدیل میکنن به چی؟ به نیترات. اگه دقت کنید اینها انرژی مورد نیاز خودشون رو از واکنش های اکسایشی به دست میارن. الان تو این شکل عدد اکسایش نیتروژن رو اگر بخواید شما حساب کنید، میگید هیدروژن در ترکیبات عدد اکسایدش چنده؟ مثبت 1. 4 تا مثبت 1 میشه مثبت 4، چون بارش هم 1 هست. n به علاوه 4 مساوی با 1. n چقدر؟ منفی 3. یعنی عدد اکسایدش هیدروژن اینجا چنده؟ منفی 3 است. میام اینجا حساب میکنم، میگیم میدونیم که اکسیژن در ترکیبات منفی 2 است، 3 تا منفی 2 میشه چی؟ منفی 6. و چون بارش منفی 1 مساوی با منفی 1 قرار میگیره، عدد اکسایدش هیدروژن اینجا چنده؟ مثبت 5. حالا خودتون میگید عدد اکسایش نیتروژن از منفی 3 رسیده به مثبت 5، چه فرآیند اتفاق افتاده؟ اکسایش. پس باکتری های شینوسنتز کننده اونا هم CO2 رو تبدیل میکنن به قند، اونا هم از مواد معدنی استفاده میکنن، یعنی جزء باکتری هایی هستن اوتوتروف هستن. ولی در واقع خدمت رو که عرض کنن، اونها انرژی مورد نیاز خودشون از واکنش های اکسایش هستن. خب حالا یه نکته که اینجا های اهمیت هست اینه که یه سری باکتری ها با گیاهان همزیستی دارن. همزیستی دو دسته هست، باکتری ها با گیاهان. خب دو دسته از باکتری ها با گیاهان همزیستی داشتن تو دهم هم خوند، یکی کی بود؟ سیانو باکتر ها.
و دیگری که بود ریزو بیوم ها، اگر حضور ذهن داشته باشید ریزو بیوم ها. خب حالا دقت کنید این دوتا چه بودن؟ با گیان همزیستی داشتن. ریزو بیوم کجا زندگی میکرد؟ ریزوبیوم ها در ریشه نخود، لوبیا، گیاهان تیره پروانه آسا زندگی میکرد و کاری که میتونست انجام بده چی بود؟ میتونست نیتروژن جو رو بگیره و تبدیل کنه به آمونیاک. به این فرایند میگفتیم چی؟ میگفتیم تثبیت نیتروژن. خب حالا یه سری باکتری ها بودن، پس به این فرایند میگفتیم چی؟ تثبیت نیتروژن. پس اگه گفتن تثبیت باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، به چه باکتری هایی میگن؟ میگیم باکتری هایی میگن که نیتروژن هوا رو تبدیل میکنن به آمونیاک. یه سری از باکتری ها بودن که شما گفتین سیانوباکتر ها. نمونه معروف سیانوباکتر یادتون هست آنابنا بود. کتاب گفته بود آنابنا بعضی سیانوباکتر ها، خیلی مهمه این تیل بعضی خیلی مهمه، بعضی سیانوباکتر ها، سیانوباکتر ها مثل کی؟ مثل آنابنا. اینا علاوه بر فتوسنتز، علاوه بر فتوسنتز، یعنی هم میتونن فتوسنتز کنن، هم میتونن چیکار کنن؟ هم میتونن تثبیت نیتروژن انجام بدن. تثبیت نیتروژن. پس آیا باکتری های فتوسنتز کننده هم وجود دارن که میتونن نیتروژن رو تثبیت کنن؟ بله. آیا همه سیانوباکتری ها نیتروژن رو تثبیت میکنن؟ خیر. بعضی هاشون مثل کی؟ مثل آنابنا میتونه چیکار کنه؟ نیتروژن رو تثبیت کنه. خب آنابنا کجا زندگی میکرد؟ اگه یادتون باشه میگفتیم آنابنا یک سیانوباکتر بود، میتونست با برگ در گنبرگ و ساقه گیاه گونرا تو دهان کنید و با سرخص آغزی به نام آزولا که داشت همزیستی داشت، یعنی در قسمت‌های هوایی زندگی میکرد، در حالی که باکتری‌های ریزوبیوم در قسمت‌های زیرزمینی با ریشه گیاهانی مثل نخود و عدس و یونجه چه هستن؟ همزیستی داشتن و تثبیت نیتروژن رو انجام میدن. پس تو بکنید تو تستا یه وقت مثلا میدونید یه هر باکتری تثبیت کننده نیتروژن هتروتروف هست. غلطه. چرا؟ به خاطر که یه سری باکتری ها هستن که میتونن فتوسنتز کننده باشن و نیتروژن هم تثبیت. خب برای این روز کافی هست. انشاءالله جلسه آینده فصل 7 رو در خدمت هستم. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.